اگر این 6 نشانه را دارید، از کار خود استفاده دهید. ترک کردن کاری که مدت‌های زیادی به اون مشغول بودین بسیار ترسناکه. اما اگه این نشونه ها رو دارین، لازمه که استعفا بدین. بسیاری از مردم در سراسر جهان به صورت فعال یا غیر فعال همیشه به دنبال مشاغل بهتری هستند. اما اینکه تشخیص بدن چه زمانی زمان استعفا هست، نکته مهمیه که باید به اون توجه کنن. اینجا موج معکوسه و قصد داریم نشونه هایی رو بهتون بگیم که بر اساس اون میتونین تشخیص بدین زمان استعفا فرا رسیده. ممنون که با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت میکنین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا در جریان برنامه های بعدی ما قرار بگیرین. جیل گوگین و پانته، مدیر مرکز خدمات مشاغل در دانشگاه دلور، در این مورد میگه استعفا دادن و پیدا کردن کار جدید بسیار ترسناک و دلهره آوره. کمتر کسی رو در دنیا پیدا میکنین که از تغییرات بزرگ استقبال میکنه. به همین خاطره که اغلب افراد به یه دلیل قانع کننده یا یه محرک برای استعفا دادن نیاز دارن. این محرک میتونه موقعیت بهتر شغل جدید باشه تا مشکلات سلامتی و یا حتی اجبار از طرف مدیر برای ترک محل کار. او همچنین اضافه میکنه نشانه های واضحی برای تشخیص این موضوع وجود داره که آیا شما فقط در حال یک رویا پردازی بدون پشتوانه منطقی هستین یا واقعا زمان ترک کار فرا رسیده. در ادامه 6 نشونه رو بهتون معرفی میکنیم که با استناد از اونها با خیال راحت میتونید استعفای خودتون رو به مدیر تقدیم کنید. 1. صبح‌ها دوست ندارید از رخت خواب بیرون بیایید. با اینکه ممکنه در فواصل زمانی مختلف برای همه پیش بیاد که حوصله سر کار رفتن نداشته باشن، اما اگه این اتفاق هر روز روی میده و شما هر روز که چشماتون رو باز میکنید از اینکه مجبور هستید به محل کار برید ناراحتین و یا احساس بدبختی میکنید، این وسط یه مشکل بزرگ وجود داره. هولی کوپلان، مربی مشاغل و نویسنده کتابی با عنوان راهنمای دختران برای در امان ماندن از دنیای کاری مردانه، در این رابطه گفته اگر از نظر فکری و روحی با کارهایی که در زندگی انجام میدید موافق نیستین، تعلل نکنین و هرچه سریعتر تغییرات لازم رو انجام بدین. این نویسنده اضافه میکنه ماندن در نقشی که اون رو قابل توجه و ارزشمند نمیدونین روی ارزش‌های شخصی شما تأثیر میذاره و شک نکنید که مدیر هم متوجه این بی‌انگیزه بودن میشه. هر زمان که احساس کردید این بی‌حوصله بودن و عدم پیشرفت باعث درجا زدن شما میشه، وقتش رسیده که شغلتون رو ترک کنید. 2. روابط افراد در محل کار مسموم و آزاردهنده است. بر اساس آمار رسمی، تقریباً 1/3 افرادی که از شغل خودشون استعفا میدن، دلیل اون رو رفتار بد مدیر یا سرپرست خودشون اعلام میکنن. روابط افراد مختلف در محیط کار از مدیر و سردبیر گرفته تا همکاران و کسانی که به هر طریقی با اونها در تماس کاری هستین، تعیین کننده این نکته است که آیا زمان استعفا فرا رسیده یا هنوز میتونید ادامه بدین. گوگین پانته در این مورد میگه اگر عمده روابط همکاران شما مسموم، ناکارآمد و حتی تهدید کننده است، باید بدونید که زمان استعفا فرا رسیده. این شخص اضافه میکنه همیشه یه نفر در محیط کار هست که آدم نتونه با او کنار بیاد یا حتی بیشتر از یه نفر. اما اگه وقتی به خونه میرید همچنان استرس کار و رفتار همکاران شما رو اذیت میکنه و این مانع لذت بردن شما از زندگی میشه، بهتره که به ترک کار خودتون فکر کنید. 3. شما علاقه خود به شغلتون رو از دست دادین. اگه به دنبال یادگیری مهارت جدید نیستین یا در شغل خودتون فقط مجموعه‌ای از کارهای همیشگی رو انجام میدین و لازم نیست به کسی توضیح بدین که چه کاری انجام میدین، شاید بهتر باشه به دنبال یه شغل جدید بگردین. این مسئله اگر برطرف نشه، در مدت زمان بیشتر دو لطمه جدی به شغل شما وارد میکنه. لطمه اول اینه که احتمال اینکه بتونید در کمپانی‌های دیگه استخدام بشین کاهش پیدا میکنه.
اگه یه زمان از شغل خودتون اخراج بشین، در صورتی که مهارت تازه‌ای نداشته باشین و دانش شما به روز نباشه و هرچی بلد هستین به شغل کنونی شما مربوط بشه، احتمال اینکه بتونید در شرکت‌های معتبر استخدام بشین بسیار اندکه. همچنین ممکنه تصور بشه که خلاقیت، انگیزه و چابکی لازم برای یادگیری مهارت‌ها و تکنیک‌های جدید رو نداری. این موقعیت مثل اینه که درون یه تانکر بدون هوا گرفتار شده باشین. از خودتون بپرسین چه عاملی میتونه انگیزه لازم رو به من بده تا هر روز صبح با اشتیاق سر کار برم؟ همیشه دوست داشتم چه کاری انجام بدم، اما همیشه از انجام اون هراس داشتم. سپس به سراغ همون کار برین. 4. به اندازه کافی به رسمیت شناخته نمی‌شوید و قدرتان را نمی‌دانند. سوزان کوزمارسکی، نویسنده کتابی با عنوان بالا کشیدن مردم، قدرت شناخت و درک، در این مورد میگه مدیرانی که فقط به یک تشویق کلی مثل کارت خوب بود یا آفرین بسنده می‌کنند، فضای کاری رو به سمتی میبرن که شغل و پیشرفت در اون دشوار باشه. سوزان اضافه میکنه وقتی پس از انجام یک کار ارزشمند فقط با یک تشکر خشک و خالی مواجه میشین، نمیتونید اعتماد به نفس لازم رو بسازید و در شغل خودتون پیشرفت کنید. اما آیا این دلیل کافی برای استعفا دادنه؟ قطعاً بله. اگر قصد پیشرفت دارید و دوست دارید با خلاقیت و عملکرد مناسب در مسیر حرفه‌ای بودن پیش برین، بهتر کار خودتون رو ترک کنید. ترک کردن محل کاری که هیچ ارزشی برای شما قائل نیستن، بهترین کاره. یه روز کاری بسیار طولانی تر از این هست که بخواید با حس بی ارزش بودن اون رو سپری کنید. تحسین، تقدیر و توجه شخصی به افراد در محل کار باعث ساخته شدن این فرهنگ میشه که کیفیت برای رشد حرفه‌ای در محل کار ضروری و لازمه. و همه میآموزند که با بهبود کیفیت کاری خودشون میتونن رشد، عملکرد و بازدهی بسیار بهتری داشته باشن. سوزان معتقده همه ما نیاز داریم بشنویم چه کار درستی رو انجام دادیم و دلیلش رو هم با جزئیات به ما بگن. بد نیست بدونید جمله‌های سراسر امیدوارکننده و انرژی بخش سبب میشه تا فرد احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشه و برای حفظ این حس خوب دائما در حال یادگیری و انجام بهینه کارهاش باشه. یه چرخه ارزشمند که برای هر دو طرف، یعنی مدیر و نیروی کار، سود زیادی داره. 5. اگر نیروهای کار شرکت دائما در حال عوض شدن هستند. بدون شک هیچ کارمندی دوست نداره مدام محل کار خودش رو عوض کنه. اما این در صورتیه که فرد مطمئن باشه جایی که مشغول به کاره گزینه مناسب و درستیه. اگر نیروهای کار شرکتی چپ و راست در حال عوض شدن باشن، یعنی یه مشکل سیستماتیک در سازمان وجود داره. چه بسا فرد در این شرایط احساس خطر میکنه و فرار رو برقرار ترجیح میده. بسیاری از افراد معتقدن عواملی که میتونه مانع از استعفای اونها بشه میزان وفاداری تیم اونها، مدیر، همکاران و در آخر خود شرکته. یعنی مدیر خوب و کارآمد میتونه با ایجاد تعادل در فضای کار از استعفای نیروهای خودش جلوگیری کنه. اما اگه هیچ کدوم از این عوامل وجود نداشته باشن، بیشتر افراد ترجیح میدن سراغ شغل دیگه ای برن. 6. وظایف کاری شما کم اهمیت و بی ارزش شده است. اگر احساس میکنید که کاری که شما و تیمتون انجام میدین بی ارزش شده و به حاشیه رانده شده، شک نکنید که زمان استعفا دادن فرا رسیده. وقتی متوجه میشید همین کاری که انجام میدید در کمپانی‌های دیگه بسیار ارزشمنده، اما در محل کار شما کاملا نادیده گرفته میشه و مدیر برای هیچ کدوم از کارهایی که انجام میدین ارزشی قائل نیست، بدونید که موندن در چنین فضایی باعث فرسایش روحی و ذهنی شما میشه. از تغییر نترسید و همین حالا استعفای خودتون رو بدین. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. امیدوارم این برنامه برای شما مفید و کاربردی بوده باشه. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنین. اگه دوست دارین از تجربیات خودتون هم برای ما بنویسین.
روز روزگار به کامتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.